داعش میگوید حمله به یک نهاد خیریه در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کار آنها بوده. حمله‌ای که جان سه کارمند سازمان نجات کودکان در جلال آباد را گرفت. پلیس میگوید 4 مهاجم کشته شدند و 2 مهاجم دیگر هنوز پیدا نشدند. اسماعیل شهامت گزارش میدهد. دفتر سازمان حمایت از کودکان جلال آباد، مرکز ننگرهار، از پایگاه های مهم داعش در افغانستان در مقابل چشمان نظارگر این سرباز می سوزد. مهاجمان مسلح با انفجار یک خودرو در ورودی دفتر این نهاد با آتشباری راهشان را به داخل ساختمان باز کردند. نیروهای امنیتی هم به سرعت وارد عمل می شوند. این منطقه را ورخطا کرد و تمام مردم مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و از منطقه خود دور کردند. درگیری برای چندین ساعت ادامه پیدا می کند. نبرد سخت و بی امان. دشواری کار این نیروها وجود مناطق مسکونی در اطراف دفتر این نهاد امداد خارجی است. بخش از سربازان در حال جابجایی زنان و کودکان و مکانهای امن هستند. حتی آمبولانس ها و کمک مردم شتافته. حضور حدود 50 کارمند در داخل این ساختمان دیگر چالش این نیرو هاست. ساعت 9 صبح از منزل بیرون شدیم. اول 3 شلیک شد. بعد انفجار صورت گرفت. لحظاتی بعد با 4 زخمی روبرو شدم. جنگ شدت گرفت. من هم خانواده خود را از محل به جای امن بردم. بعد از ساعت 1 جنگ فروکش کرد. این تازه ترین حمله به یک نهاد امداد خارجی در افغانستان است. صندوق حمایت از کودکان این حمله را شکاور توصیف و درباره وضعیت امنیتی کارمندانش ابراز نگرانی کرده. در حمله اکتبر سال گذشته به کارمندان صلیب سرخ 7 کارمند این نهاد کشته شدند. در پایان حمله این نهاد اعلام کرد که فعالیت خود را در افغانستان محدود می کند. 4 روز پیش 6 مهاجم طالبان به این هتل مجلل در قلب شهر کابل حمله کردند. 22 نفر عمدتاً خارجی در این حمله کشته شدند. اسماعیل شهامت، BBC کابل. ارتش آمریکا که مسئول آموزش نیروهای افغان است، سالها چشم خود را بر موارد نقض حقوق بشر از سوی این نیروها از جمله آزار جنسی کودکان بسته بوده. این بخشی از گزارش نهاد آمریکایی ناظر بر بازسازی افغانستان موسوم به سیگار است که به تازگی از حالت محرمانه خارج شده. نظر محمد موسی محمودی، رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را درباره این گزارش پرسیدیم. واضح می‌سازد که نقض فاحش حقوق بشری توسط نیروهای نظامی در افغانستان اتفاق افتاده و در اینجا آمار می‌دهد در رابطه با تعداد نقض‌های حقوق بشری که اتفاق افتاده و به شمول سوء استفاده جنسی از اطفال. بعد از اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این رابطه تحقیق سراسری ملی را راه انداختن و در اونجا حساسیت های عامه، آگاهی برای مردم و همچنان چگونگی برخورد و چگونگی پالیسی ها و برنامه ها در این رابطه روشن شد، گزارش های بعدی و تعقیبی در مطبوعات و رسانه های بین المللی هم انعکاس پیدا کرده، از جمله گزارش که نیویورک تایمز در رابطه با قضایایی که در ولایت هلمند و بعضی ولایت های دیگه اتفاق افتاده بودند و نیروهای بین المللی خصوصا نیروهای آمریکایی از این قضایا خبر داشتند اما بدون اینکه در این رابطه دخالت بکنند. بنابراین این مسائل بازگو کننده اینمی مشکل متاسفانه هست که هنوز هم وجود داره، اما خوشبختی در اینجاست که دولت افغانستان با تدوین کد جزای جدید موضوع بچه بازی را به عنوان یک جرم در قانون جزا گنجانده و همچنان قانون منع استخدام کودک‌ها در نیروهای نظامی وجود داره. این یک پیشرفت است، اما ناکامی در این بوده که قوانین به صورت جدیش مورد اجرا قرار نگرفته و هنوز هم این مشکل در افغانستان وجود داره و در بعضی مناطق افغانستان به صورت شدیدش وجود داره و در بعضی مناطق افغانستان به صورت پراگندش متاسفانه از اطفال سوء استفاده صورت میگیره. بسایی که شکایت های هم در این رابطه برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میرسه. محمد موسی محمودی بود، رئیس کمیسیون اجرایی حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.